سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوام یه خورده بیشتر در مورد تعبیر هندسی دستگاه های سه مادل و سه مچولی با هم دیگه صحبت بکنیم من اینجا یه مثال از دستگاه سه مادل و سه مچولی که توی ویدئوی قبلی با هم حلش کردیم رو دوباره براتون نوشتم دستگاه هست 2x1 به 3x2 منهای 4x3 مساوی با 1 مادل دوم هست منفی 4x2 2x3 مساوی با منفی 2 و مادل سوم هم هست x1 منهای x2 به علاوه 5x3 مساوی با 5 حالا ما جلسه قبل به روش جبری و با استفاده از قضیه یک تونستیم حل بکنیم جسگامون رو ولی این بار میخوایم به صورت هندسی حلش رو ببینیم خب توی تعبیر هندسی دستگاه سه مادلوس مشهول خیلی خلاصه توی ویدیو قبل گفتیم که هر کدوم از این سه معادله به تنهایی یک صفحه رو مشخص میکنه درسته یک صفحه توی فضای x1 x2 x و بسته به وضعیت هندسی این سه تا صفحه توی فضای سه بودی ممکنه که دستگاهمون جواب یکتا داشته باشه ممکنه بی شمار جواب داشته باشه یا ممکنه دستگاهمون بدون جواب باشه خب برای اینکه ببینیم کدوم یکی از این حالت ها برای معادله ای که اینجا نوشتیم قراره اول از این شروع می کنیم که دو تا معادله اول رو اگر نگاه بکنیم اولی معادله 2x1 به 3x 2 منهای 4x مساوی با 1 صفحه هستش که بردار عمود بر اون یعنی این صفحه عمود هستش عمود بر بردار n1 مساوی با دو سه و منفی چهار هستش درسته دو سه و منفی چهار این رو از بحث ابتداییمون در مورد خط و صفحه یادتون هست حتما دومی معادله که هست منفی 4x2 بر 2x3 مساوی با منفی 2 که گفتیم میشه فرض کرد که ضریب x1 توی این معادله صفر هستش یعنی داریم 0x1 منهای 4x2 بر 2x3 مساوی با منفی 2 این صفحه بر چه برداری عمود هستش؟ عمود بر برداره خب با این ذرایب تعیین میشه بردارمون درسته بردار خواهد بود صف منفی چهار و دو اسم یکی رو بذاریم اندو اندو مساوی با صف رو منفی چهار و دو خب از اونجایی که ما میبینیم که ان یک و ان دو با هم موازی نیستند پس بردارهای ان یک و ان دو با هم موازی نیستند چرا با هم موازی نیستند چون همونطور که میبینیم یکیشون معلفه ایکسش صفره و دیگری معلفه ایکسش غیر صفره و یک همچین دوتا برداری نمیتونن با هم دیگه موازی باشن بنابراین بنابراین صفحاتی که با این دوتا معادله اول و دوم مشخص میشن باید با هم دیگه متقاطع باشن صفحات اسمشون رو میذاریم یک و دو با هم متقاطع هستن و اگر دو تا صفحه با هم دیگه متقاطع باشن سطح مقطعشون چی هستش؟ یک خط هستش خب بیاید یه خود بیشتر بررسی بکنیم سطح مقطع دو تا صفحه ای که از معادلات یک و دو به دست میان خب چون معادله دوم x نداره بیاید فرض بکنیم که از بخوام x1 نداره بیاید x1 رو توی معادله اول مساوی صفر قرار بدیم پس اگر فرض بکنیم که x1 مساوی با صفر هستش معادله اول به چه فرمی در میاد میشه 3x2 منهای 4x3 مساوی با 1 معادله دوم هم که هست منفی 4x2 به علاوه 2x3 ای مساوی با منفی دو خب حالا این یک دستگاه دو مادل و دو مجهوله که خیلی راحت میتونیم حلش بکنیم اگر حلش بکنیم چی به دست میاریم جواب ها x2 مساوی با سه پنجم و x1 مساوی با یک پنجم خواهد بود این رو خودتون میتونید بر خودتون حل بکنید و چک بکنید که جواب ها این خواهد بود بنابراین نقطه به مختصات صفر سه پنجم و یک پنجم یک نقطه ای هستش که هم توی معادله یک و هم توی معادله دو صدق میکنه و بنابراین این نقطه روی خطی که سطح مخته یا محل تقاطع صفات یک و دو هستش قرار داره برای اینکه م... یه خورده بهتر متوجه بشید چیزی که دارم راجهی صحبت میکنم فرض بکنیم که این صفحه یکمونه مثلا این صفحه زرد رنگ صفحه یکمون باشه و با رنگ مثلا بنفش هم بیاید صفحه دومون رو بکشیم فرض بکنیم که اینم مثلا صفحه دومون هستش و همونطور که گفتیم دو تا صفحه متقاطع هستن درسته بنابراین محل تقاطعشون همونطور که گفتیم یک خط خواهد بود که من اینجا با خط قرمز رنگ نشون دادم پس بنفش رنگم صفحه مثلا دومون هستش خب و از این حلی که ما اینجا کردیم میبینیم که نقطه به مختصات صفر و سه پنجم و یک پنجم هم تو مادله یک هم تو معادله دو صدق میکنه پس حتما توی سطح مقطع یا محل تقاطع این دوتا خط وجود داره مثلا یه نقطه روی این خط قرمز رنگمون مختصات صفر و سه پنجم و یک پنجم داره خب پس یه نقطه روی این خط رو به دست آوردیم اما برای اینکه کل این خط رو بتونیم معادلاتش رو به دست بیاریم میایم از این نکته استفاده میکنیم که ما بردارهای عمود بر صفحات یک و دو رو داریم و همونطوری که از معادلات خط و صفحه میدونیم برداری که ضرب خارجی این دو بردار هست خطی که محل تقاطع این صفحه هست با اون بردار موازی خواهد بود پس اسم این خط رو اگر بذاریم خط L خط L میدونیم که L با بردار ضرب خارجی N1 و N2 موازی است این چیزیه که از قبل میدونیم. خب ضرب خارجی n1 و n2 با چی مساوی میشه n1 ضرب خارجی با n2 مساوی می شود با بردار منفی 10 منفی 4 و منفی 8 پس خط l با بردار منفی 10 منفی 4 و منفی 8 موازی خواهد بنابراین این بردار یک همچین جهتی خواهد داشت موازی با خط المون این بردار سبزرنگی که من کشیدم که مثلا منفی ده منفی چهار و منفی 8 هستش همجهت با خط ال خواهد بود خب حالا میتونیم چیکار بکنیم میتونیم ما معادلات پارامتری خط ال رو معادلات پارامتری خط ال رو میتونیم بنویسیم می توانیم بنویسیم چرا میتونیم معادلات پارامتریش رو بنویسیم چون یک نقطه روی خط L رو مختصاتش رو میدونیم و برداری که خط ال باهاش موازی هست هم مختصاتش رو میدونیم بنابراین خیلی راحت میتونیم معادلات پارامتری خط ال رو بنویسیم معادلات پارامتریش به این شکل خواهد بود مثلا x1 برابر خواهد بود با x1 نقطه که روی خط هستش که صفر منهای اولین درایه بردار موازی با خطمون ضرب در پارامتر تی که میشه منهای ده ضرب در t چون اولین درایه منفی ده بود خب x2 مساوی با چی میشه عین همین x دوم مساوی میشه با سه پنجم منهای چهار در تی چون 4 دومین درایه منهای چهار دومین درایه بردار موازی با خطمون هست و به همین ترتیب x3 هم مساوی می شود با چی مساوی می شود با یک پنجم منهای 8 تی که تی اینجا پارامتر ما هستش مثلا اگر تی رو مساوی با صفر قرار بدیم نقطه صفر و سه پنجم و یک پنجم رو به ما میده که میدونیم روی خط هستش به همون ترتیب هر مقدار دیگه اگر ما به تی بدیم نقاط دیگه روی خطی که محل تقاطع صفحات یک و دو هست رو این دستگاه پارامتری به ما میده خب حالا برای اینکه بدونیم دستگاه ما جواب داره و اگر داره جوابش یک تا یا نه و یا اینکه شاید حتی جواب نداشته باشه برای اینکه این رو بتونیم تعیین بکنیم باید ببینیم که این خطی که خط ال هستش محل تقاطع صفحات یک و دو هستش آیا صفحه سه رو قطع میکنه یا نه اگر قطع بکنه صفحه ال رو در یک نقطه دستگاهمون جواب یک تا خواهد داشت چون اون نقطه توی معادله هر سه صفحه صد خواهد کرد اگر قطع نکنه خط صفحه سه رو یا اگر صفحه سه رو در بی, ن... بی شمار نقطه قطع بکنه در اون صورت دستگاهمون جواب نداره یا اگر در بی شمار نقطه قطع بکنه دستگاهمون بی شما جواب داره پس برای اینکه جواب های دستگاهمون رو به دست بیاریم باید نقاط تقاطع خط L با صفحه سه رو به دست بیاریم پس اینجا برای خودمون می نمیسیم. جواب های دستگاه جواب های دستگاه نقاط تقاطع خط ال با صفحه سه هستند خب اگر که خط ال بخواد صفحه سه رو قطع بکنه یک مقداری از تی باید وجود داشته باشه که به ازای اون مقدار تی نقاط x1 ایک و x و x که به دست میان توی معادله سه صدق بکنن درسته خب پس بیایم چیکار بکنیم برای اینکه ببینیم همچین تی وجود داره یا نه بیایم x1 و x و x که نقاط روی خط ال هستن رو بر حسب تی توی معادله سه جایگذاری بکنیم و ببینیم آیا میشه اون معادله رو برای تی حل کرد تی به دست میاد که توی معادله 3 بکنه یا نه اگر این جایگذاری رو انجام بدیم خب توی معادله 3 مون به جای X1 میذاریم چی؟ میذاریم صفر منهای دهتی که همون منفی دهتی هستش بعد جمله دوم میشه منهای X2 که X2 خودش هست 3 پنجم منهای 4 تی درسته و جمله سوم خواهد بود به علاوه پنج در ایکسه که ایکسه هست یک پنجم منهای تی بعد مساوی بشه با پنج خب این معادله رو الان اگر حل بکنیم ببینیم به بز... ازای بز... بز... چند تا تی جواب داره اون وقت میفهمیم که خط L تو چند نقطه صفحه سه رو قطع میکنه اگر این معادله رو حل بکنیم میبینیم که یک جواب بیشتر نداره و اون هم تی مساوی منفی یک دهم ده هستش بنابراین این خط الی که ما داریم صفحه سه رو فقط در یک نقطه قطع میکنه چون یه مقدار تی هستش فقط که به ازای اون نقاط x1 x2 x3 که روی خط L هستن توی معادله صفحه 3 هم صدق میکنن خب بیاید این نقاط رو به دست بیاریم تی مساوی منفی 1 دهم رو برای توی معادلات x1 ایک و x2 x3 ایک ای اگر جایگذاری بکنیم به دست میاریم چی x1 ایک مساوی میشه با منفی 10 ضرب در 1 دهم یعنی اوز میخوام منفی ده ضرب در منفی یک دهم ده یعنی منفی ده دهم ده منفی ده رو منفی ده که مساوی با یک می شود x دو مساوی با چی میشه میشه سه پنجم به علاوه چهار دهم ده چهار من های چهار تا منفی یک دهم ده یعنی به علاوه چهار دهم ده که اون هم مساوی می شود با یک x سه مساوی با چی میشه میشه یک پنجم من های 8 در منفی یک دهم ده یعنی به علاوه 8 دهم که اون هم مساوی با یک میشه یعنی X1 مساوی با یک، X2 مساوی با یک و X مساوی با یک تنها نقطه ای هستش که هم در معادله خط صفحه یک هم در معادله صفحه دو و هم در معادله صفحه سه، صدق میکنه یعنی این سه تا صفحه تو یک نقطه همدیگه رو قطع میکنن که همون جوابی هستش که به صورت جبری ما برای معادلمون به دست آوردیم دیدیم که به صورت هندسی هم همون جواب به دست میاد البته همونطور که دیدید اینجا حل جبری معادلاتمون معمولا راحت تر هستش از اینکه بخوایم از طریق هندسی و با پیدا کردن وضعیت سه تا صفحه توی فضا بفهمیم که چند تا جواب داره دستگاهمون خب این بحث رو تا اینجا داشته باشید توی کلاس درس بعدی بیشتر در مورد دستگاه های معادلات صحبت میکنیم خداحافظ